با نام یاد خدا بارز سلام بیننده های عزیز به سرویس خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در آغاز سرخط اخبار. باشندگان شنباری شاهراه پروان بامیان را بسته کردند. شمار جان باختگان با کرونا در کشور به 369 نفر افزایش یافت. در یک هفته اخیر بیش از 114 هزار تن اموال تجارتی به افغانستان وارد شده است. و طرح درخواست قرض 17 میلیارد افغانی حکومت از صندوق بین المللی پول. مشروع اخبار. شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند که پس از جان باختن یک غیر نظامی و زخمی شدن 3 تن دیگر در نتیجه تیراندازی میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی شنواری ولایت، باشندگان ولسوالی در اعتراض به این رویداد شاهراه پروان بامیان را بروی رفت آمد بسته کردند. محمد هارون مبارز فرمانده پلیس ولایت پروان میگوید نیروهای قطعه واکنش سری امنیت ملی ولایت هنگامی که از یک ماموریت از دره قربان به سوی شهر چارکار می آمدند در منطقه اشتر شهر ولسوالی شنواری با کمین گروه طالبان روبرو شدند. با گفته او در تیراندازی گروه طالبان به سوی نیروهای امنیت ملی یک غیر نظامی جان باخته و 3 تن دیگر نیز زخم برداشتند. آقای مبارز میگوید که این نیروهای امنیت ملی برای تامین امنیت قطار اکمالاتی نهاد که به بامیان میرفت به دره قربان رفته بودند. فرمانده پلیس پروان درباره تلفات نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این درگیری چیزی نمیگوید، اما میافزاید که طالبان با استفاده از نفوذی که بر مردم محل دارند آنان را وادار به تظاهرات و بستن شاهراه کردند. در این حال باشندگان منطقه اشتر شهر ولسوالی شنواری در اعتراض ادعا می کنند که در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی و طالبان 2 غیر نظامی جان باخته و 2 تن دیگر نیز زخمی شدند. وزارت صحت کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 575 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایات مختلف کشور به ثبت رسیده است. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 20,917 نفر افزایش یافته. کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا بیشترین افراد مبتلا به ویروس کرونا را دارند. بر اساس معلومات وزارت صحت آمد در 24 ساعت گذشته 296 فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان به 2,171 نفر رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 12 فرد مبتلا به کرونا فوت کردند. شمار مفوت های ناشی از کرونا نیز به 369 نفر رسیده. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت ترانسپورت میگوید این اموال که شامل مواد غذایی، ساختمانی، نفتی و دیگر کالاهای تجاری می شود در 1938 واگن به داخل افغانستان انتقال داده شده است. مواد وارد شده به شمول 8185 تن گندم، 38992 تن آرد، 3100 تن روغن، 38810 تن تل، 13202 تن گاز مایع، 9225 تن مواد ساختمانی و 5345 تن سایر مواد مورد نیاز شهروندان است. در همین حال وی تاکید می کند که وزارت ترانسپورت تلاش دارد تا روند انتقال اموال تجارتی و خصوص مواد خوراکی از طریق تمام بنادر افغانستان جریان داشته باشد. این در حالی است که به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیشتر کشورها مرزهای خود را بسته نموده و روند انتقال مواد تجارتی را متوقف ساختند. به همین دلیل قیمت مواد خوراکی و برخی مواد دیگر در بازارهای افغانستان به خصوص کابل به گونه بی سابقه بلند رفته است.
و خبر اخیر این که وزارت مالی افغانستان اظهار امیدواری کرده که طرح درخواست قرضه 17 میلیارد افغانی حکومت از صندوق بین المللی پول در جلسه یا روز چهارشنبه از سوی ولس جرگه تایید شود. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت امروز به رسانه ها گفت طرح درخواست قرضه 17 میلیارد افغانی حکومت افغانستان از صندوق بین المللی پول تایید شده است و آقای مسجدی همچنان اضافه کرد که روز گذشته مجلس سنا این طرح را تایید کرد و قرار است روز چهارشنبه در جرگه بر سر آن بحث و رایگیری شود. با گفته وی این قرضه برای رفع کسر بودجه استفاده خواهد شد. این در حالی است که با گفته منابع وزارت مالیه به دلیل کاهش جمع‌آوری مالیه در حال حاضر در بودجه 48 میلیارد افغانی کسر بودجه وجود دارد که تا آخر سال رفع خواهد شد. سخنگوی وزارت مالیه گفت که این قرضه بدون بهره دراز مدت است که پس از 10 سال باز پرداخت می شود. با گفته او صندوق بین المللی پول قبلا پرداخت قرضه میلیون ها دلار بدون بهره دراز مدت را به هدف رفع مشکلات اقتصادی و مالی کشورها اعلام کرده بود. تشکر و سپاس. حال رسیدیم به پایان سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.